عبرانیان فصل سوم. بنابراین ای برادران مقدس من که در دعوت آسمانی شریک استید، به عیسی که رسول و کائن اعظم ایمان ماست چشم بدوزید، تا بدانید چقدر به خدایی که او را برای انجام این کار برگزید وفادار بود، همانطور که موسی نیز در تمام خانه خدا وفادار بود. کسی که خانه می سازد بیش از خود خانه سزاوار احترام است، و همین طور عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است. هر خانه به دست کسی ساخته می شود، اما خدا سازنده همه چیز است. موسی در تمام خانه خدا مانند یک خادم با وفا خدمت می کرد، تا درباره پیامی که بعدا می باید اعلام شود شهادت دهد. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه وفادار است، و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می بخشد تا به آخر محکم نگاه داریم، زیرا چنان که روح القدس می فرماید. امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می کردن بغاوت نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آری، پدران شما با وجود آنکه آنچه در 40 سال کرده بودم دیدند، باز مرا امتحان کردند و آزمودند. به این سبب به آن قوم خشمگین شدم و گفتم افکار آنها منحرف است و هرگز راه‌های مرا نیاموختند، و در خشم خود سوگند یاد کردم که آنها به آرامی من نخواهند رسید. ای برادران من، متوجه باشید در میان شما کسی نباشد که قلب آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روی گردان شود. در عوض برای آن که هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و سرکش نشود، باید همیشه تا زمانی که کلمه امروز را به کار میبریم یک دیگر را تشویق نمایید. زیرا اگر ما اعتماد اولیه خود را تا با آخر نگاه داریم، شریکان مسیح هستیم، یا چنان که گفته می شود. امروز اگر صدای او را بشنوید، مانند ایامی که سرکشی کردن بغاوت نکنید. چه کسانی صدای خدا را شنیدند و سرکشی کردند؟ آیا همان کسانی نبودند که با هدایت موسی از مصر بیرون آمدند؟ و خدا نسبت به چه کسانی مدت 40 سال خشمگین بود؟ آیا نسبت به همان کسانی نبود که گناه ورزیدند و در نتیجه اجسادشان در بیابانها افتاد؟ و خدا برای چه کسانی سوگند یاد کرد که به آرامی او نخواهند رسید؟ مگر برای کسانی نبود که به هیچ وجه حاضر نشدند و او توکل نمایند؟ پس می‌بینیم که بی ایمانی مانع رسیدن آنها با آرامی موعود شد.